جش که داره هم دیگر میکشن ولی سیزن سه سی شد دوستشم آها راستی بگیم فرزاد فرهاد نیست متاسفانه امروز حالا توی اپیزود هم که شروع بشه میگیم میخواستم از فرهاد بپرسم ببینم که چجوری سیزن سه سی شو اینا اپیزود اولش نگرفت منو معمولا من اپیزود اولی اتفاق خیلی عجیبی میفته بعدا میرن توضیح میدن که چی شد راست شو بخواهی دیشب سر اپیزود اول سیزن سه سی خوابم برد خو خوب خوابی تو چی؟ چی کم خوابی هست نه بعد دیگه از چهار صبح بیدار شدم این همینجا خوابم برد بعد دیگه چهار صبح بیدار شدم برم تو اتاقم دیگه خوابم نبرد و دیگه از چهار دارم براتون تو خونه رژه میرم و مثل ما بزرگ هستم مثلا خونه رو جمع میکنه آره چی کم تمیز <تصحنت> کردن و ظرف رو چیدن از توی ماشین زفشی گوشتم تو کابینت و من دیشب داشتم دارک میدنم یه کو خورده ای یه اینجوری دراز کشتم رو ما داشتم میدیدم بعد حس کردم که خوابم بردی چند دقیقه شو ولی صدای تو ذهنم بود یعنی یادم بود طرف آره. چی گفت بعد بیدار شدم حس کردم به سریال توهین شده زدم عقب <applause> کامل دیدم که مطمئنش هم همه چی دیدم ولی اینجوری صفر نشستم که خوابم نبرد چون حیفه ولی شده که توی خواب مثلا یه زی بشنوی بعد یادت بمونه مثلا بفهمیش یعنی اتفاق آره آره. میفته آره. جوان... آره دیگه خواب کامل نیست خواب بیداری آره. تو برزخی آره. من حالا خیلی بچه که بودم یادم میاد داشتم شبا مثلا آهنگ میذاشتم برخوا من از بچگی یه و تو گوشم پخش میشد تا خوابم میبود بعد اینطوری بود که من مثلا یه شب یه نوار رو میذاشتم صبح که بارم شدم حفظ بودم عجیب مثلا بودم یاد بگی. حالا شب واقعا بشه یعنی به خاطر این که کانشست اون پشت نه, 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 نه یعنی خواب بود یا این آهنگ داشت میخوند آره آره شد. من تا تالا... این تجربه نه ای خب اون ق... وقتی که کامل وارد خواب نشده هنوز اون بازی بین خواب و بیداری اونجا خب ذهن فعاله اون اونجا یادش مونده الان خیلی کمتر اتفاق میفته الان مثلا دیگه اذیت میشم بعضی وقتا باید حتما چون پادکست گوش میدم شب قبل از اینکه بخوابم حتما بعد تایمر بذارم حالا این <laughs> شب پیش داشتم پادکست گوش میدادم بعد تایمر گذاشته بودم و اینا تایمر نذاشتم یادم رفت تو اومدم تایمر بزنم یادم رفت دیگه خوابیدم بعد این وسطاش اینا داشتن یه کسی که توی آمریکا مثلا به شوتینگ شده بود داشتن ویدیوشو میدیدم بعد یکی داشت جیغ میزد بعد صدای مثلا از دورم داشت میومد دیگه یعنی صدا نه 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 روی داش روی اسپیکر پخش میشد بعد اینطوری که مثلا چون که اونا داشتن یه ویدیو رو میدیدن ویدیو مثلا صداش خیلی بد بود انگار مثلا بعد بیدار شده بودم فکر می‌کردم یکی داره تو خونه مثلا از دور داره جیغ میزنه بعد مثلا دیدی تو این فیلم ها مثلا جنی بعد یهو من توی همومم هم یه زی دارم که شامپو اینا میذاری توش توری ای با این ساکشن کاپا میچسبه این یهو ول داد خورد زمین اون لحظه ببین پشیمم ریخته بود دیگه تو این خونه دیگه راه میرفتم درا رو با لگد وا میکردم چی <تص> هست <تص> چی نیست <تص> فهمیدم این افتاده دیگه اونم تا صبح خوابم نورد واقعا ترسیدم ببین به غیر از اون من مطمئنم دادی که زدم همه همه ساختمون بیدار شده نامه نه نه فعلا نامه این نگرفتم آره خلاصه یه دو سه روز این خونه ما جنی شده داریم باش مقابله میکنیم نه این آپارتمان خیلی پتانسیل داره جناره مثلا تو این تجربه دیدی؟ یخچالش که خیلی صدا میده شبا یخچال شبا قلنج میکنه و مثلا اینطوریه که یه صدا میده پشت سر هم بعد این یخچال بود و یهو یه صدای میاد یا آقا این یخچال نبود نه این شیشه است مهم بس مقرز میشه آره خیلی هفت دیروز هم همسایتون تو آسانسور بوده احتمالا توی یک ساعت گذشته تو آسانسور شمالی یک بوده جدی؟ آره بوش می یه همسایی دارم دیدمشون آ دیدی ایرانی آقا ایرانیه نه نه خارجی نه نه یه همسایه دار آقا ایرانیه و ایشون صد درصد صبح حمام اتکلون میگیره با خانومشون البته خوبه یه به یکی میگفتم میگفت برو رو کن بو عرق نمیده حالا اون یکی که من میگم بو عرق میده تو همین ساختمون آ نه اون نمیدونم ولی این آقا ببین بوی اتکلون میده مثلا هر... نه 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 خوبه معلومه که اتکلون خارجی استفاده میکنن هر موقع آقا توی آسانسور بودم مثلا توی یک ساعت قبل و بعدش میفهمی راحت من تو خونه نه. که اتکلو میزن بچه هم میفهمم آره صبح که میرم برم از زیر در میاد و من میفهمم <تصح> می میفهمم نه حساسیت دارم نکن <تصح> میتونم چیز کنم آره چون نباید اصلا این کارو زیادش درست نیست آخه خواهم از آش... کجا میارن این همه رو شو... اصلا خودشون سرشون در نمیده همون اینم یه مشکلی است. آش... 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 خیلی خوب بریم سر اپیزودمون خیلی بوی خیلی بدی میدن میخوان جلو بگیرن حالا منم در مورد خواب یه چیزی بگم بعد خیلی وقت خواب دیدم خواب این بود که انگار یه حالت جنگ شده بود و من میخواستم برم یه جا مهمونی تا رفتم تو مهمونی دیدم همه اعضای خانواده و هم. همه بابا و ماما اینا خوابیدن کف زمین با تفنگ منتظرن که جنگ, جنگ شروع بشه. بعد نی بیرون نگاه کردم دیدم اصلا جنگی مثلا من اصلا تو خواستم برم مهمونی تو خواب ببین بیدار که شدم انقدر داون بودم انقدر خیلی حالم بد بود مثلا اینطوری بودم که چرا من برم سر کار عجیبه. فکر کرده بودم مثلا واقعی و اصلا اون روزم خیلی بد بود تو خواب جنگ عجیب خواب جنگ دیدی تا حالا آره من ما ایران که بودم خیلی خواب جنگ می‌دیدم سال دفاع مقدس رو نه نه خواب می‌دیدم که خب ما خونه ما ریاد میاد چجوری بود روی اون پله بود یعنی رو به روی تو باید آره آره بعد یه پل جلوش بود من همیشه خواب میدم که اونجا داره تانک رد میشه خیلی ترسناک بود من خواب جنگ دیدم و خیلی خیلی بده حالا خواب گفت من دیشب قبلا هم گفتم من اینو چون قبل خواب میبینم خدا قبل خواب که بینم تا صبح من ادامهش تو خواب میسازم تو که خوابات از چی؟ من تا صبح داشتم خوب میساختم خیلی راضی بودم وسط یه تیکی ویدیو گفتم به چقدر مثلا ادامهش خوب پیش رفت آره این خواب سازی هم جالبه دیدی وسط خواب بیدار می میشی می بعد خود تو اینطوری میکنی که بقیه خواب بری <تصحیح> بسته که داره چه خوابی داری میبینی <تصحیح> خوابای <تصحیح> من هیچ وقت نمیخوان ادامه بدین چون یا داره بهم تجاوز میشه یا جنگ یا جن اصلا نمیخوام خواب آمان ادامه دارکو ساختم بیشه یه ایمیل بزن به پردوسه بگو اینطوری ادامه بدید بریم دوشمه ما رو میزنید لطفاً سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرزادم با ماست سلام متاسفانه امروز فرهاد یه کاری براش پیش اومد نتونست بیاد ولی خب امیدواریم که از هفته دیگه دوباره داشته باشیمش چاشون سبز چاشون سبز چه خبر هفته چطور بوده هفته خوب بوده مشکل نداشتین نه خوشبختانه دود, دود رفت پایش دود رفت شد یهو یهو یه رفت <laughs> اینجوری فایز شد برام رفتیم توی بارون و پایز سرد و آره 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 برای شما چطور منتقد شدید فایزم چرا منتقد شدید افرادی هم که آش... بدونی آشغ... نه من که خودم پایز بدونی اومدم پادشاه ب... فسح. از عشق میگن تو پایز و از نه نه اینا رو که چیز کن هشتگ برشون کن <تصح> دیس مشترک <اکی> شروع شد <تصح> نه عشق و اینا رو نمیدونم ولی چرا دن... مشکل تو پایز چیه بابا خیلی دپرسینگ و افتضاحه قبول نداری؟ من خیلی دوست, خیلی دوست. خیلی خب زمسون مثلا اکستریمه دیگه سرد و برف میاد دیگه حالا برف هم نیاد این یه وسط اینجا و... پایز زمسون خیلی فرق بگم یه فرق داره توی زمسون یه سری اکتیویتی های مرتبط به زمستون میاد مثلا کریسمس همه جا رو چراغ میزنم با حاله چه میدونم از این کریسمس مارکت هاست بعد برف میاد و میتونی بری چم آره حالا یه روز هالووین میبینی با, با مثلا میتونی بری اسکی توی زمه. توی پاییز یه حالت فیمابینی داره متاسفانه ولی من دوست دارم من سرما رو کلا دوست دارم توی تویترم گفته بودم که خوشحالم که داریم میرسیم به قسمت هودی پوشیدن و اینا دیگه آدم میتونه بره تو هودی گم شه برای خودش چیه یاد یه جمله افتم که میگفتی که نمیتونم بگم راجو فصل پاییز لباس پوشیدن اون آره خیلی شخ نگیم اینا رو آره شرف اون آقا یه تسلیتم به ایمان چما بگیم تیمشون الان هست ما زودتر شروع کنیم ضبط کردن بعد من رستم به ایمان گفتم که استقلالش خوب باشه زود بره بعد <تصفح> هر <هم> میخواد یعنی <تصفح> <تصفح> مشتاقه که زود بره ولی الان که دیگه در عمل انجام شده قرار گرفت گفتم یه نیمه رو ببینیم به ایمان گفتم نبین میبازه ولی دید و باخت خیلی بد بازی کردن خیلی وقت خود بازی من بودم من از این آدما نیستم که توی آسیا که میشه امیدوارم پرسپولیس به با... بازه و اینا امیدوارم فردا پرسپولیس ببره واقعا یه سری بتونیم بالا کنیم توی یکی از خارجی آره نه من قبل دفعه میشم که پرسپولیس رفته بود چیز فینال بود با کارون بودیم دیگه آمد. من داشتم تشویق میکردم پرسپولیس رو خودش آره باید. خودش بود که چرا داری تشویق میکنی آقا تیم ایرانه بابا اینا مثلا میدونم توی اروپا فینال من... بارسا... بارسا من برای جواب دارم بخاطر اونا خیلی رفتن بعدم مشکل <تصفح> ندارن توی کشورشون به این قدر ما چرا تو واقعا اونم کاتالونیا جدایی طلبه حالا راحت باشی خودتون رو بیرون من راحتم خیلی خب بریم سر اپیزودمون چی داری برامون میخوای کجا ببریم ما رو عزیزم فکر نکنم بعید بدونم یه نفس هم بکشیم ببین اون موقعی که من دریافتم که زندگی چی میگن دستاورد محور نمیتونه پایدار باشه و به شدت در معرض اینه که از معنا توهی بشه خب حس کردم که باید ما دنبال یه سری حالا معناهای دیگه تو زندگی باشیم زندگی دستاورد مهوری که میگم منظورم چیه مثلا حالا ما درس میخونیم و درس را تو ایران خوب بخونی نم کنکور خوبی بدی بعد وارد دانشگاه بشی حالا اپلای کنی اپلای نکنی کار بگیری نمیدونم پول در بیاری اینا این میشه زندگی دستاورد محور بله. یعنی ما یه سری هدف برای خودمون تعریف میکنی به اونا که میرسیم خوشحال میشیم و در واقع تعریف زندگی رو برای خودمون رسیدن به این اهداف میدونیم من یه جایی حس کردم که یه همچین زندگی دستاورد محوری نمیتونه پایدار باشه این معنی خودش رو از دست میده ساستینمنت ساستینمنت نیست یه موقع مثلا به خودت میایی میبینی که دلیل اصلی انجام دادن اون کار اون کاری که داری انجام میدی ارزش ذاتی اون کار نیست متصل بودن اون کار به کیفیت های درونی شما نیست دلیل اصلیش انگیزه ایه که به اتمام رسوندن اون کار داره به شما میده این به نظر من خیلی مثبت نیست این توی دراز مدت میتونه مشکل ایجاد کنه توی قسمت قبلی هم که ایمان از این پرسیده بود که چی به شما انگیزه میده و اینا قسمت قبلی بود یا دو تا بعد بعضی گفته بودن رقابت با بقیه من اونجا هم یه ذره راجعش صحبت کردم که به نظر من اونم نمیتونه پایدار باشه ما تا کی میخوایم دلیل اصلی انجام کارامون رو رقابت با بقیه انتخاب کنیم به خاطر اینکه من از فلانی بهتر بشم بیام برم این کار رو انجام بدم یه،, یه, چیزی باید عمیقتر توی وجود ما باشه که ما اون کار رو بریم انجام بدیم ضربه میزنه به اعماق باوران ما می میدونی <تصفح> آره ببین اینجوری بگم که توی شرایط ایدال اون شما کاری که دارید انجام میدید ذات اون کار یه بخشی از وجود شما رو داره ارضا میکنه یه بخشی از وجود شما که اصیله خب او نه اون بخشی که مثلا برای چون شواف کردن به بقیه که من لباس فلان بپوشم من کار کنم که ساعت فلان اینا نه یه چیزی که توی وجودتون رو داره ارضا میکنه که اون خیلی اصیله و از درون شما به وجود میاد از درون شما بیرون تراوش میکنه اه یه چند تا مثال رو زن یه ذره گنگ شد ببین مثلا اگه توی شنونده ما کسی شاعر باشه اون حرف منو میفهمه شاعر رو یه چیزی دارن میگن که الان مثلا تب کوره چشم افکارم نمیجوشه تب الان روشنه یه چیزی درونشون هست که این اینا ازش استفاده میکنن و اون شعر رو میگن خب من نمیتونم این کارو بکنم چون اون چیزه در درون من نیست حالا ما یکی رو توی دبیرستان دوی داشتیم قبلا هم گفتم این شعر میگفت می تمام قواعد و قافیه اینا رو بلد بود بعد بچه ها از این استفاده میکردن برای دوست دختراشون شعر میگرفتن میرفتن قوی مینوشت خیلی قوی مینوشت اون یه وقته میگو مثلا بهش گفت شعر بگو میگفت نه الان مثلا طبع من خاموشه و این طبعش روشن میشد واقعا روشن میشد و یه کار با کیفیت میداد همه میرفتن روی ریلیشن آره. تو میدونستی این یه قضیه داره از درون این آدم میاد بیرون میدونی اون کاری که داره انجام میده که شعر گفتن و شعر نوشتن باشه براه. ارزش اون ذات اون کار به کیفیت درونی این آدم متصله خب یا مثلا هنرمند یه الهامی میگیره یه ایده ای از یه جا میگیره یه فکری یه حسی بهش دست میده و میاد اون حس رو به یه نحوی به تصویر میکشه یا حالا نقاشیه یا مثلا یه طرح انتزاعیه یا چه میدونم میتونه فیلم باشه هر چیز دیگه ولی یه, یه مبحث که از درون اون یه مفهوم یکی از درون اون آدم بیرون میاد و اون مفهوم رو بحالا به هر طریق به نمایش میکشه این همچنان ارزش اون کار در راستای کیفیت درونی این آدمه یا کسایی که دوست دارن به بقیه کمک کنن و این کار رو انجام میدن حالا ما یه دوستی داریم که توی این مراکزی هستن که به بقیه آدم ها مشاوره میدن بهشون زنگ میزنن و اینا هر موقع که این تعریف میکنه داستانای این آدمایی که بهشون زنگ میزنن من میگم بابا چقدر تو مثلا کار معناداری داری, داری. تاثیر کار تو خیلی مستقیم روی زندگی آدم هاست. کاری اه. که تو میکنی کیفیت زندگی چند نفر رو میتونه بالا ببر در که مثلا کاری که من انجام میدم ممکنه سود یه شرکت زیاد کنه مزیت رقابتی بده ولی مستقیم روی کیفیت زندگی انسان ها تاثیر اونجوری ممکنه نذاره ولی غیر مستقیم میذاره غیر مستقیم میذاره خب حالا اون آدمی که در ذاتش دوست داره به بقیه کمک کنه اگه یه همچین کاری رو انجام بده دوباره این میشه همراستا خب این اون مفهومیه که اولش اشاره کردم که ذات اون کار هم راستای خواسته های شما باشه کیفیت های شما باشه این ستا رو مثال زدم که یه ذره روشنتر بشه دارم راجع به چی صحبت میکنم بعد این به نظر من خیلی سبک و سیاق زندگی با کیفیتیه که ما انقدر خوششانس باشیم که توی همچین مسیری قرار گرفته باشیم بالاخره یکی از کارهایی که در طول زندگیمون انجام میدیم یا همچین شرایطی رو داشته باشه آه. حالا آه، وقتی که این در هم تنیدگیه بر این ارزش اون کار و کیفیت ما وجود نداشته باشه این زندگی میتونه از معنا توهی بشه برای همین اولش گفتم زندگی دستاورد محور صرفا دستاورد محور ممکنه پایدار نباشه در درازمدت مدت ممکنه که از معنی توهی بشه ممکنه طرف خیلی زندگی مرفهی هم داشته باشه و بهترین امکانات بهترین پول شاد در ظاهر ولی یه جایی ممکنه مثلا دیدی میگن بحران میان سالی بله. طرف مم. به خودش میاد میگه که همه چیز زیر سوال میبره تمام کارهایی که کردم اصلا درست بوده نبوده فلان حالا یه یه متنی هم هست نسبتش میدن به استیو جابز ولی مال استیو جابز نیست من رفتم چکش کردم که قبل مرگش ظاهرا گفته که یه چیزی میاد میگه که من موفق ترین آدم بودم تو سن 56 سالگی حالا سرطان گرفت و فوت شد من موفق ترین آدم بودم توی بیزنس و نمیدونم همه کار کردم و تو میتونی به آدما پول بدی نمیدونم ببرنت بیارنت برات پول در بیارن ولی نمیتونی پول بدی مریضی تو رو مثلا بکشن داشت یه جوری حالا از اون عمق معنا این متنی که نسبت میدن به استیو جابز مال خود استیو جابز نیست <applause> ولی آره طرف میتونه خیلی زندگی مرفهی هم داشته باشه همه موقع اوکی باشه ولی یه جایی ممکنه حس کنه که نه یه،, یه, مفهوم دیگه باید یه جایی باشه یه عمق دیگه باید باشه که من الان با این کارهایی که تا الان انجام دادم به اون عمقه نرسیدم او. اینا تا اینجا تا اینجا همش مقدمه بود میخواستم بگم که آره این زندگی دستاورد محور و اینکه ما زندگی اون از معنا بشه اینا مقدمه بود بعد آره می صفحه بعدی خدا رو شو آره بعد اینکه من معلم بودم بزنین صفحه بعد بچه بعد, بعد که من حس کردم که این در دراز مدت پایدار نیست و من نمیتونم این کار رو بکنم همش به خاطر رقابت و هی مثلا آدم هدف ست کنه بره بهش برسه نه بد باشه بس چیز دیگه ایه. من میگم این نمیتونه مسیر اصلی زندگی باشه در کنارش خوبه تو همیشه میتونی این کارا رو بکنی اهداف مختلف برای خودت بچینی و بهشون برسی ولی باید یه, جایی یه چیزی یه عنصر عمیقتری باشه که شما که بهش برسی یا نزدیکش که بشی حس کنی که, <applause> کیفیت باره که یه کیفیت مشکل یه کیفیت و ارزشی به زندگیت اضافه شد و این عمقه نباید یه جا قطع بشه این عمقه نامتناهی باشه همچنان شما بتونید عمیقتر بشی توی اون قضیه خب ام. این بعد شک و شپای بسیار و این در اون در زدن من یه جایی حس کردم ام. که یه قطعه از این پازل معنا رو شاید پیدا کردم خب و اون قطعه چی بود برای من این بود که رابطه عمیق داشته باشی با انسانها خب رابطه واقعی یعنی اینکه تو بدون ترس و نگرانی از اینکه حالا کسی قضاوتت کنه یا نقطه ضعفات رو مثلا بعدا به رخت بکشه اینا تو خود واقعیت باشی افکارت احساساتت بدون هیچ گونه این سکیوریتی همه رو راحت بتونی بریزی بیرون و این رو ما با همه انسان ها نمیتونیم داشته باشیم این مدل رابطه رو به دلایل مختلف هم هم تجربه شده. ولی وقتی یه جا این اتفاق میفته که تو واقعا اینجوری خودتی اون به نظر من خیلی با ارزش میشه و اون میتونه یه معنا باشه اون میتونه معنای واقعی باشه یه آرامش خاطری هم داره دیگه با اینجور آدم ها که حالا یه سری تعدادشون خیلی کمه تو زندگی آدم که آدم میتونه باشون صحبت بکنه بدون اینکه نگران باشه که به قول کارون حالا فردا این چیزها رو برو خود بکشن و اذیتت بکنن موقعی که نیاز نباشه که حالا من شاید دارم بد توضیحش میدم ولی وقتی نیاز نباشه که تمام کلماتی که استفاده میکنی و در موردش فکر کنی وقتی میخوای با یکی صحبت کنی سیاست به آره نخوای اون سیاست رو به خرج بدی خیلی چی بهینه است یعنی آدم مم. اونقدر انرژی نیاز نداره مصرف بکنه میتونه واقعا خودش باشه به اون بحثی که میخواد برسه تا اینکه بخواد با سیاست حالا یه جمله رو یه جوری به که نه به اون بر بخوره نه اون بتونه ازش برداشت بد بکنه نه به این فکر بکنی که حالا من اینو بگم نره به فلانی بگم این میگم این یه نقطه‌ایه که خیلی کم پیش میاد توی زندگی آدم‌ها و خیلی مهمه به نظر منم آدم بتونه با همچین افرادی با یه سری از افراد بتونه اینطوری برخورد بکنه حالا چیزی که من فکر کردم از حرفای کارو در این مورد این بود که مثلا دوور باشه دیگه همین که تو اون, افر اون رابطه خیلی عمیق داشته باشی که بتونی حرف بزنی هم کسایی باشن که با تو اون رابطه رو داشته باشن آفرد. که بیان پیش تو اون صحبت ها رو بکنن آره حالا ما ممکنه تو زندگی خودمون خیلی از اون آدما نداشته باشیم ولی از اونورم میتونیم بهش نگاه کنیم ما زن... اون آدم زندگی چند نفریم چند نفر هستن که با ما واقعا مثلا اون احساس راحتی رو دارن و میتونن خود واقعیشون باشن کسی بگم بعضی موقع آدم میترسه که اون آدم باشه یعنی یه بار مسئولیت عجیبی آدم رو دوشش احساس میکنه مثلا موقعی که یه نفر میاد واقعا از مثلا میگه که من میخوام در فلان چیز با صحبت بکنم شاید انقدر اون مسئله میتونه زندگی یه نفر رو تحت تاثیر قرار بده تو یه جوری از خودت وا, وا میکنی از سرت وا میکنی مپسر رو شاید بخوایم کمک بکنی یا ولی به خاطر اینکه نمیخوای یه مثلا یه ادوایس اشتباه یه نصیحت اشتباه بکنی یا حتی نتونی اون حرف درست رو بزنی و این موقع است که آدم میترسه که بخواد اون آدم باشه یعنی یه بار مسئولیت زیادی داره یه وقتی اصلا لازم تو نصیحتی کنی یا حرفی بزنی صرف این که شنونده اون حرفو باشی بدون این که قضاوت کنی طرفو خیلی کمک میکنه کیفیت خوبیه و واقعا سخته یعنی ما صادقانه بخوایم به موضوع نگاه کنیم میبینیم خود ما اون کیفیت رو نداریم اکثر مواقع یکی به ما یه چیزی بگه ما قطعا میخوایم جاجش کنیم پس برداد در صد میکنیم تو سرش بزنیم هم دیسش کنیم فلان ولی آموزش نهیدیم آره ولی واقعا اگه این اتفاق بیفته یک بار در زندگی این به نظر من میتونه یه قطعه از اون پازل معنای باشه این معنای به نظر من عمیق و واقعا ارزشداریه خب حالا اینا رو همون اینجا نگه داریم یه دکتر توی آفریقای جنوبی میاد یه تستی رو میکنه توی زندگی خودش این خلو وضع زندگی خوبی داشته و همه چی بوده و خانواده نام نامزد کار ماشین فلان میاد از کارش یه مدت مرخصی میگیره به بقیه میگه که من از کار اخراج از کار بیکار شدم ماشینش رو میذاره تعمیرگاه میاد میگه که من ماشینم رو از دست دادم بعد خونهشون هم میکنه میره پیش برادرش زندگی میکنه میگه خونه هم مثلا بانک برداشت میخواد تست کنه ببینه چه اتفاقی دوره چه اتفاقی برای خودش اصرافیش. توی رابطهش با اطرافی نزدیکش میفته نفر اول نامزد این آقا اینو ول میکنه خب بعدش یه سری از اعضای خانواده در ادامه هم دوست اینو ولش میکنن بعد میاد چی میگه میگه که ب... میگه به دردناک ترین شکل ممکن متوجه شدم که تنها چیزی که توی دنیا دارم خودمم خب و وقتی که نیاز داشته باشم هیچکی به کمک من نمیاد دیگه از این به بعد به خودخواهانه ترین حالت ممکن همیشه خودم رو تو اولویت قرار میدم شما هم این کارو بکنید اینو یه رشته تویید چند هفته پیش اصاب کشی تو که بود هفته بعدش من یا مثلا یه چند روز بعدش ایاد باشه گفتم چیز دارم فیزیو, فیزیو که نه یه آرمتی داشتم برای, محسوس. برای گردنم بعد داشتم با یورو صحبت میکردم گفت آره چیکار کردی ویکند گفتم گفتم هیچ نفر یه کشی بود بقیه شما رو خونه بودم کاری نکردم اینا گفتش که دمتون میگم شما رفتین کمک کردین من یک من مثلا توی تور ساله مثلا ده پونزه تا کشی دوستم رفتم کمک کردم دو ماه پیش خودم عصب کشی داشتم همهشون گفته بودن میان روز عصب کشی حتی داداشم هم نیومد بدبختش جز میزد اونجا میگفت اونجا بود که خیلی بهم برخورد دیگه از که کشی هیچکی نمیرم گفتم آره شاید کاری برشون پیش اومده گفت فقط توی تمام این دوستا یه دوست من اومد که زیادم باش سمی نیستم قدرت هم نداشت فقط تو چیزاش سوا کن میبرد خودم من مبلو میذاشتم رو دوشم میوردم میوردم اینا خلاصه اونم خیلی نالیده بود از اینکه تنش گوشته بودن برای ما اتفاق <تصفح> <تصفح> حالا این اتفاقی که این آدم این آزمایشی که طراحی کرده خیلی نتیجه خیلی غم داره اما که چه وجودی داشته رفته این کارو کرده مثلا اسم میکنیم میتونیم همچین کاری بکنیم نه ولی میخواستم بپرسم شما همچین تجربه داشتید شخصی حالا یکی یه یک جا ولتون کنه یا نه یکی واقعا ولتون نکنه توی بدترین شرایط من شخصیتی یه جوری هم که موقعی که این شرایط به وجود میاد ترجیح میدم آدمو ولم کنن یعنی دوست ندارم دورم شلوغ باشه حالا شلوغ نه ولی یه وقتی که لازم داری بازم نه من خدا رو شکر تا الان مثلا داشتم کسایی که اگر که به شرایط مثلا بدی تو زندگی میرسم دست بندازم مثلا ازشون کمک بگیرم یعنی تا به حال نشده که کمک بخوام و نباشه ام. همیشه کمک بوده و نخواستم برعکسش بوده ولی بوده مثلا تو انتظار داشته باشی یک نفری خاصی آه، کمک کنه ولی نکنه انتظار که میگن چی میگن عامل اول تمام مشکلات انسان انتظار از بقیه است خیلی آره اتفاق زیاد میفته بعضی موقع ما خیلی انتظار واقعا غیر طبیعیه یعنی من مثلا یه انتظار یه نفر دارم که مثلا همون اونطوری نیست که من ازش همچین انتظاری دارم خودم اگه بودم شاید برای طرف این کار نمیکردم ولی موقعی که آدم خودش توی اون شرایط قرار میگیره اینطوری که نه من که صد درصد اگه بود به طرف کمک میکردم و... ولی اه، انتظار زیاد داشتم و به نتیجه نرسیده مثلا دوران دانشگاه چقدر ما به بقیه تقلب رسونیم یکی به ما یزی <applause> برای منم مثل ایمان درست گفت که مثلا من حس میکنم همیشه مثلا اون کمک بوده و شاید من نرفتم استفاده کنم برای همین این موقعیت خوب بوده در مورد اینکه ها در مورد اینکه انتظار و اینا من یه بار یه استاد داشتم استاد بزنس این به من گفت که وقتی که حالا گفت مثلا تو زندگی موقعیت های پیش میاد حالا تو کاری بیشتر این موقعیت های پیش میاد که تو حس کنی دو نفر دیگه اگه بیان کنار هم میتونن یه کاری رو پیش ببرن یه بیزینسی کنن یه چیزی این تو این حسا میکنی و گفت تو همیشه برو جلو و این دو نفر رو به هم کانکت کن بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشی که از این کانکشن نمیدونم یک کامیشنی بگیری درصدی بگیری یه چیزی گیرت بیاد گفت همیشه تو این کارو بکن و انتظار نداشته باش تو این جور کارا این مهمی زدن به شما گفتن دلال نباشید به زندگیتون <applause> به من میگفت که میگفت من تجربه شخصی اینه که خیلی از این کار که بدون هیچ مثلا چشم داشتی این کار رو کردم خیلی سود بردم اتفاقا بعد برا منم پیش میومد که اتفاقا توی همین مثال اسباب کشی شده بود که مثلا من رفته بودم پیش کسی کمک کرده بودم برای اسباب ولی مثلا موقعی که اسباب کشی خودمون بود طرف مثلا نبود یا حالا چی و اون مثلا منو اذیت میکرد که آقا مثلا داستان بعد دیدم که بعد حالا بعد اینکه حالا به خصوص این این حرف رو زد دیدم که آقا من مثلا حال میکنم که برم اگه طرف دوستم اسباب کشی کمکش کنم چون اون روز روز مثلا استرسیه من خودم اساس کشی بلدم کامیون رو بلدم با کار آشتام پس این اصلا نمیرم اونجا که اون جوابشو به من بده سال بعد یا دو سال دیگه که نیاز دارم میرم که رفیقم میرم اصلا یه کامل چیز شد حالا از یه اساس کشی داشتیم کارو نیومد اصلا برام مهم نیست یه زن بگم انتظارم بگم من حالا نمیدونم اصلا ربط داشته باشه به موضوع تو یا نه یا اصلا به بحثمون ولی بعضی موقع ما یه سری انتظار از این افراد داریم که اونا اصلا نمیدونن ما همچی انتظاری داریم اگر که مثلا ازشون بخوای، صد 100 درصد یارو میاد کمکت میکنه ولی ما بعضی موقع یه انتظاری داریم که طرف مثلا تو ناخودگاهش بفهمه که من الان مشکل دارم و بعد بیاد به من کمک کنه چون حالا من یک بار خودم این کارو کردم آه. انتظار بیجاست واقعا یعنی بعضی موقع ما خ... من خودم بعضی موقع خوشم نمیاد که برم از یکی کمک بگیرم با اینکه میدونم اون کمکه اونجا نشسته هر موقع من بگم مثلا اتفاق میفته ولی بعض موقع انتظار خودمونه که نمیریم بپرسیم توقع داریم طرف بفهمه از کجا بیاد مثلا به ما کمک بکنه اینی که میگم خیلی مهمه خیلی هم برای آدم احتمالا پیش میاد تو فکر میکنی خیلی خودجوش یه جا رفتی به یکی کمک کردی و انتظار داری حتی توی ناخداگاهت که اون آدمم خودجوش بیاد مثلا یه جا یه حالی احوالی یه چیزی از تو بپرسه و وقتی این کارو نمیکنه تو ناراحت میشی دلگیر میشی در اون طرف ممکن اصلا هیچ ایده نداشته باشه که توی توی همچین شرایطی بوده باشی ولی به صورت کلی نتیجه این آزمایشی که این آقا انجام داده اول اینکه دردناکه بله دوما در تضاد با اون قطعه از پازله که من فکر کردم پیداش کردم ولی من دوستان که خوشبین باشم و بدونم که این اتفاق برای من اولین باره که تو زندگیش خوشبینه <applause> به انسانیت <applause> اولین بار توی 247 و چلا هفته اپیزود خوشبین شد خدا رو و من رو این حرف هم هستم به نظر اون خیلی میتونه به با معنا با ارزش شدن زندگی ما کمک کنید اپیزود هم رفتیم راجع به اون معنای زندگی آره گفته بودن که معنای زندگی خیلی بیشتر از اینکه صرفا تو شاد باشی چون تبلیغ میشه که شما باید همیشه شاد باشید و هپینس و آرامش و اینا که من اینو قبول ندارم به نظر من شما تا وقتی که غم نداشته باشی ارزش شادی رو نمیدونی و اصلا همیشه شاد بودن کار بیهوده و هدف دست نیافتنی و بیخودیه چرا تو باید همیشه شاد باشی تو نیاز داری به لحظه های پایین بودن به لحظهای که لحظه های بالا بودن ارزش خودش رو داشته باشه و مشکلی هم که در واقع همیشه شاد بودن داره اینه که تو اگه یه دوستت یه روزی غمگین باشه تو با اون فرضی که میخوای همیشه شاد باشه قاعدتا نباید بری به اون کمک کنی دیگه چون تو رو غمگین میکنه و این ما رو از اون زندگی حالا پر مفهوم ممکنه دور کنه آخه میگن چرا میگن همیشه باید شاد باشی چون میگن همیشه مشکل تو رو پیدا میکنه میگن تو شادیه رو داشته و مشکل خودش معمولا میاد یه چیزی یه پیام بازرگانی میده تو زندگیت توی فیلم تو این فیلمی تو فارگو که داشتم نگاه میکردم میگفت می trouble always finds you گفتش <تصفح> که سعی شاد بشی بیشتر <تصفح> آخه اینو توی اون کتاب چیز The Saddle Art of Not Giving Not a, giving a giving fight. اون مارک منسن جالب اشاره میکنه میگه که backward rules اگه شما نکنم بهش میگه قبلان راجعه صحبت کردیم که میگه که خواستن یه چیزی در واقع به این مفهومه که شما اون چیز رو ندارید خب میگه کسی که میره جلو آینه دیدی بعضیا میگن باید برید ت... تمرین کنی. کنید بگید خوشگلی خوشگل میگه کسی که میره جلو هی میگه خوشگله داره غیر مستقیم به خودش میگه خوشگل نیست که داره دنبال داره. خوشگلی میره دیگه تو واقعا خوشگل باشی اون کارو نمیکنی اونی که هی داره میگه من آدم موفقیم یعنی در واقع آدم موفقی نیست که اگه بود نیازی نداشت به فریاد زدنش اینم هم حالا همینه شما هی بخوای دنبال شادی باشی هی بری کتاب بخونی که به شادیه نمیدونم هی متدایی یا توی یوتیوب بری پیدا کنی که به زندگی شما میخواد آرامش و شادی اضافه کنه میتونه غیر مستقیم به تو بگه که خب تو اینو نداری که داری میری دنبالش این هم یه طرز فکری بهش ایراداتی هم وارده ولی اه اه به نظر جای فکر داره و خیلی وقتا هم میتونه درست باشه اه. و آره این از این بعد یه چیز جالب دیگه هم بود حالا نمیدونم هر کسی که این داستان رو شنید و این در واقع شک و تردیدهای منو در به در زدن این در به اون این در و اون در زدن های منو شنید و حالا نتیجه اولیه که من به دست آوردم چه حسی داشت آیا تجربه مشابهی داشتن نداشتن یا این داستان آقای همین دکتری که توی آفریقای جنوبی بود که این کارو کرده بود رو اونا هم مشابهش رو تجربه کردن یا نه ولی یه حکایت جالب دیگه هستش اونم میگم مرتبط به این قضیه میگن که یه دختری حالا فارغ التحصیل که میشه پدرش یه ماشینی رو بهش میده میگه که این ماشین قدیمیه که من دارم تو اینو بگیر این برای تو ولی قبل از اینکه حالا سوارش بشی استفادهش کنی ببرش تو علی آقای دستی بهش بکشه نه ببرش توی مثلا ماشین فروشی فلانجا ببین چه قیمتی روش میذارن بعد ظاهرا دختره میره اونجا و طرف دلش. میگه این خیلی ماشین قدیمیه هزار دلار بعد میگه مثلا برو ببر بذار فلانجا مثلا یه جای شما ماشینو میدید بهت پول میدن حالا بله. حالا اوراق مثلا میگه ببر اونجا ببین چقدر میگه میگه بردم اونجا و مثلا طرف گفت این خیلی قدیمی از کار افتاده مثلا 100 دلار گفت حالا ببر کار کلاب مثلا جایی که آدمایی که کلکسیون ماشین دارن و اینا ببین اونجا, اونجا چی میگن بعد در دختره برده ماشین اونجا و اومده به باش گفته که اونجا آدمایی بودن که 100 هزار دلار روی حساب. ماشین حاضر بودن پول بدن یعنی از اون هزار دلار صد هزار دلار و اینا که طرف گفته که این ماشینه مثلا نیسان سکایلاین آر مثلا سی و چهار این گادزیلا دیگه ماشین خفن نیسانه و این مثلا یه ماشین رو توی بازهی تولید شده دیگه تولید نمیشه اون واکر داشت اه آه آه آه. اه که چیزه اون, <تصفح> اون کلکسیون دارا قدر این ماشین رو میدونستن میدونستن که این چه ارزشی داره و اینا بعد پدره اونجا رو به دخترش میکنه میگه که رو برگرد نه میگه جای درست ارزش واقعی تو رو میدونه میگه اگه که جایی هستی که حس میکنی ارزش واقعی تو دونسته نمیشه جاش اشتباهه نه تو خیلی قشنگ آره خیلی قشنگ قدیم پدر رو فقط چوب آره همین ما هرچی چیه میگن یه چوب بیارد این خیلی آخه, خب آخه از اون سکایلان. موقع ما به هم دیگه خنجر میزدیم اونا میخواستن همبستگی رو به ما نشون بدن آره اینا با نیسان سکایلاین چیز میکنن ما با. چیز با اینا ولی اینم حالا اگر حس کردید که یه جایی از زندگیتون شبیه اون دکتر آفریقا جنوبی شدید که دوراوریتون حالا به خاطر شرایطتون دورتونن و به محض اینکه اون شرایط از دست بدید دیگه کسی جواب سلامتون هم نمیده ممکن شما تو جای درست باشید اگه جای درست باشید احتمالاً شما خیلی مهمه این جای درست بودنه واقعا هم توی حالا گروه دوستان هم توی میگم من همه اینا رو واقعا فکر کنم تجربه کردم یعنی تو گروه دوستای نامناسب بودم توی شغل نامناسب بودم توی د... میدونی همه اینا یه فشار مضاعفی روی زندگی آدم میذاره که آدم از اون موقع اصلا با ولش کن برم بمیرم بهتره تا مثلا این رو ادامه بدم ولی هیچ وقت به این فکر نمیکنی که آقا من جام الان اشتباهه یعنی باید جام رو عوض کنم خیلی وقتا فکر میکنی واقعا توانایی شو نداری یا یعنی آدم مجبوری یه کاری رو انجام بده به خاطر حالا شرایط مالی که داره مجبور با کنار بیاد به خاطر شرایط خانواده که داره ولی این واقعا اگر که آدم بهش آگاه باشه که مشکل از من نیست مشکل از جا است و بعد حالا روی این کار بکنم که این جا رو این کاره رو این روابطه رو عوض بکنه میتونه خیلی به کیفیت زندگی وقتی واقعا ممکنه مشکل از ما باشه ولی اگه ما داریم صادقانه یه کاری رو انجام میدیم و در واقع پذیرفته نمیشه اونجا ممکنه جای غلط باشه اینو ما سر همین پادکست به صورت خیلی غیر خودخواسته تجربهش کردیم اون اوایل ما حس میکردیم که شنونده احتمالا باید از دوست و دوروور و این داستان ها بیاد <تصوح> بعد اینقدر واکنش منفی دیدیم که مثلا خلی... این فوش مادر خورد ولی <تصوح> خیلی راحت مثلا ترم گفت مسخره بازی ها چیه مثلا اینا چیه اونجا ما <تصوح> به مرور فهمیدیم که بعد که فهمیدیم حالا یه جای دیگه آدمایی بودن که براشون مفید بود و لذت بردن از چه اینش فهمیدیم خب اونجا جای اشتباهه هر همه دوستای ما قرار نیست اینو گوش بدن سلیقه‌ایه یکی ممکن خوشش بیاد یکی ولی جای این قضیه اونجا نبود جاش باید یه جایی باشه که همه بهش دسترسی دارن یکی ممکن خوشش بیاد دنبال کنه یکی یزی بگم شاید دیس خودمون باشه بازم ولی مثلا دوستایی که ما داریم آگاه به اون شخصیتی که خودمون بعضی موقع مثلا بدون سانسور داریم دیگه تو مثلا یه کسی که نباشی نه منظورم اینه که خب این مثلا بیرونم. خب مثلا من همیشه که انقدر زبان شکیلی شاید نداشته باشم بعضی موقع مثلا داریم بازی میکنیم مثلا استقلال س... میبازه چی میگی؟ آره حمله رو گل فوشای عجیبی ممکنه بدم من مثلا تو یه دوست داشته باشی خب ببینی اون بودو داره دیگه به حرفش نمیشینی گوش بکنی دیگه من اینو بهشون حق میدم به, به بعضی از دوستان دوستی میپاشه اصلا آره مثلا من موقعی که دارم مثلا کار آف دیوتی بازی میکنم خیلی زبان شکیلی ندارم یعنی تمام خانواده افترافیانو من یاد میکنم اوکی اونجا. زبان شکیلی به پادکست. ب... پادکست فقط پادکست یعنی وقتی هم مثلا آدم سن بالا اینا باشه تو جمع به جز نه فردم جمع کنم خیلی صور. رو تلفن هم حواظش هست حواسش هست که بستگی داره بعد و چون ایشون متوجه هم تجربیات بدی داشته که الان یاد گرفته مثلا <تصحیح> <تصحیح> <صحیح> وقتی به امام زنگ می‌زنم سری اول میگه مثلا صدا تو اسپیکر تو ماشین آره. بدون زخ اول میگه نه من سلام نمیکنم. اسپیکر رو ماشینی حواست باشه ولی خب دیگه ای خدا یه یکی از دوستان رو زنگ زده بودی گفت صدات تو اسپیکر تو ماشین گفت نه صدام رو اسپیکر نی صدات رو اسپیکر نی فکر کرد داری آره. از کرسی نداش رفیق شما صدات رو اسپیکر برو جالب بده جالب بده ببینیم چی داری من لپتاپم ترکید صبح که اومدم بیام برای همین یه کمی رو موبایل و این اینا داریم میخونیم اینو آن یه چیزی هفته پیش یادم رفت بگم این تست کرونایی بود که ما دادیم آن من نمیدستم میخوای بگی مثبت شده بعدا جواب اومد که نه نگتیب. برای جامعه که بیا فالس نگتیب بوده ما با مگه اگه... میفهمم فارس نگتیب بوده نه دوباره باید بدی تا بل 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 هر داستان اینطوری بود که ما کسی اومدیم نه صدر ما. نه نه, نه. اه من اه ما مثلا یه هفته بود که حالا همسرم چیز بود حال سرش درد میکرد مثلا یه ده روز سر درد و منم خودم اینطوری شد که تو اون داستان دود ونکوور منم دو روز بدن درد تا در حدی که نرفتم سر کار گفتم دیگه ما گرفتیم دیگه نرفتم ما. یعنی نرفتی تو اتاق بشینی پشت نه تو اتاقم بوده <تصفح> فقط کامپیوتر آره <تصفح> نه خب مثلا اون انرژی نبود که من مثلا کام برم سر کامپیوتر خیلی عجیب گفتم من کرونا گرفتم و تمومه به بچه بچه‌هام گفتم آماده باشید که شما هم برید تست بدید چه شایشم از دست داده بود آره رفتیم اینجا همونطور که قبلا گفتیم با ماشین میری وای میسی میان تست تو میگیرن فیلمشو بعدا میذاریم فیلم گذاشته <تصفح> آره با اینطوری میکنن تو بینی تو و یه جوری بود که انگار چوب میکنن این تو بینی. چوب میکنن. این ویروس یا هر کوف که بود این دم بینی ما بود اینو که کردن کشیدنش برون وقتی من با ماشین اومدم خوب خوب شده بودم اینطوری صفت و اینا بعدم جوابش مد منفی بود چجوری جوابش میاد ایمیلیه؟ ایمیل اگر مثبت باشه خدای نکرده زنگت میزنن ولی بله اگه منفی باشه با وایسی تا آنلاین اینجا یه چیزی هست میگن نو نیوز گود نیوز میگن ده اگه ده خبر ده. نشدی خبر خوبیه احتمالاً موقعی که میری دکتر و اینا آرزو می‌کنی که کسی بهت زنگ نزن هر موقع من جواب میرم آزمایش خون میدم تو این خدا این زنگ بزنه همیشه هم به ما زنگ میزنن میگن بیا بعد میگن هیچی نیست شاید به خاطر یارو میخواد پول پول ویزیت رو بگیره وقتی که آزمایش میدی آره ولی خداشکر مشکلی نبوده بعد کوزن سالمه آره فرات فیلمش هم فش. گرفتم الان نذار من دیدم دردناکه ب... تو ایران <تصفح> بعدش عشق اومد از چشت. من یکی از فاملای که از همکارم گرفته بود بعد تعریف میکنم میگفت رفته بودیم واقعا دسته بیل کردن <تصفح> تو دماغ ما میگفت یه چوب اینقدی و تا آخر دیگه کرده بود تو میگفت دیگه تو نمیرفت اینجا آره نمیدونم اون چقدر لازم <applause> تا آخر بره ولی دیدم من مال من تا آخر من دیگه اون تو آره تو که ده ثانیه بود من دیدم فیلمشو آره فیلمشو آره. مگه فرساد نه بعد اه بچه آها باش. آه تو نبودی من هفته خدا شکر نمیخوام ببینم روی یوتیوب یه سری کامنت بخونم از یوتیوب گفته بودن که من دیگه گوش نمیدم بهتون فکر کنم منظورشون به صورت آدیو بوده فقط از یوتیوب میبینمتون خیلی با ظرافت و دقت یه حرکت در یوتیوب زدیم به خاطر همون چند دقیقه اولش ما اولش آه. تو یوتیوب حرف میزنیم که توی وایس نیست آره ما ام... یه چند دقیقه اضافه داره اون قسمت تصویریمون که حالا امروز بکنم بیشتر دقیقه رو بی صحبت کردیم فکر کنم گفته بودن از فرهاد تعریف کرده من گفته بودن وقتی که فرهاد بس که فرهاد وارد بس میشه خیلی جالب حرف میزنه کاش خودش طرح موضوع کنه دمتون گرم من از خدامه آره. تو رو قران بیه طرح آره. موضوع کنید ما یه دو هفته ای طرح موضوع نکنیم گفتم که خودت هم دارم میگم آره من سر مثلا واقعا آره تو واقع دو فکرش بود اینجوری نیست که یاد میاد معلم ها میخواستن مثلا از میخواستن سوال بپرسن تو یارو میخواست سوال بپرسه همه سرشون رو میانداختم پای آره آره من هم دارم نمیدونم یه آدمایی بودن چش تو چش آره, آره موقعی که درس خونده بودی دیگه بالبالم بال میزدی یارو نگاه نمی کرد چیز میکردن روانشناسی کرده بودن میگفتن اگه چش تو چش معلم فکر کنه بلدی نمیفهمه آره آره بچه‌ها آره هر دفعه ما هر دفعه نخونده بودیم ظلم میزدن به یارو سر رو میرختم پایین اما میپرسید آقا شده بود که تو دلتون بگین الان صدا میزنه یعنی آخه ببین من تو من از صبح که میرفتم مدرسه این که الان صدا میزنه یا نازم صدا میزنه یا مدیر صدا میزنه آقا آقای آقا مفتون بود داشتم به این فکر میکردم چند مفتون چند روز پیش فکر کردم چرا از ما میبردن اون جلو مثلا میگفتن شعر حفظ کنیم به جلو کل کلاس زایت میکردن حفظ میکردی؟ حالا حفظم میکردی دو تا توپق میزدی دیگه تو توپق نمیزدی تو زندگی حالا ما درس اون بدتر بود ما حفظ نمیکردیم اینجا هیچ وقت اینطوری نیست که مثلا ببرن برای ما تو اونجا اونجوری میشه من شاید قبلا بوده حفظی و اینا ببین آخه اگر که تنها جایی که جلوی بقیه ازت مثلا سوال میپرسن که ممکن آبرود بره ارائه است که حتی مثلا بعد یه ارائه بدی حالا بقیه هم باید اونجا باشم مثلا ازت از سوال میپرسن ولی این توی نبود که من جلو بقیه از تو امتحان بگیرم تو هیچی بلد نباشی زایه بشی حتی اینجا مثلا تو ایران اینطوری بود که یکی نمرش رو بد داده بود معلمه مثلا خاک تو سرت موقعی که میخواست برگشت بهش بده میگفت یعنی جلو همه میگفت اینجا بریه رو سه تا لایه مثلا این تا میکرد اینطوری میکنم می یارو ای هم گرفته باشی اینطوری میکنم می ایران میگفتن بعد میانگین و استاندارد همه چیزش رو به شما اعلام میکردن همه بدونن چه خرد. رتبه بندی میکنن تو دانشگاه مثلا این معدلش رتبه یکی این خیلی کار با... بعضی موقع چیز میکردن حالا اینم من میگم بعضی موقع هم به ترتیب میچید نمره ها رو یعنی تو او. می نفر آخری کلاس رو دیگه می رسد. دیگه یه فیلم هم همیشه دو سه آخر بودیم متاسفانه بچه ها درد دلشونه کسب کامنت اومده و کامنت ها زیاد بود اسمان نتونستم بنویسم گفتن که پادکست شما حکم اینو الان داره داره وقتی با پدر و مادر دعوا میشه مثلا بعد یه دفعه همه برنامه های تلویزیونی راجع به احترام به والدین میزنن پادکست شما تا آدم حالش خوب نیست یه دفعه یه اپیزود با موضوع, همون مشکل میره خیلی جالب برای منم شده برای خود من آخه احساس میکنم ما خودمون در مورد چیزایی که میکنیم باش مشکل دارین دیگه الان مثلا کرونا دیگه واقعا یه سری مشکلات رو فورس کرده با فشار داره وارد جامعه همون میکنه که این هم یه کامنتی بود که کارون خوشش میاد جون اون اه اه کیفیت رو میگیره از کاری که داره میکنه گفته که ممنوع از پادکستتون من آدم درونگرایی هستم و بعضی وقتا وقتی میخوام با آدم های جدید حرف بزنم چیزی ندارم بگم یا در حقیقت برام جالب نیست صحبت ولی تاپیک که شما انتخاب میکنید به هم ایده میدن و خودم هم خیلی دوست دارم با بقیه راجع بهشون حرف بزنم و به هم کمک میکنه که وقتایی که کم و به هم کمک میکنه وقتایی که حرفم کم میاد عالی شد این صدا تو دور انداختی تو گلو تا آره، همینه که الا آخرش شش یواش صحبت نکردی الانی که فوش بخوری بچه میان توی <laughs> چقدر آدم پیدا شده با شخصیتش مشابه به تو من؟ آره همه میگم خیلی ما شخصیت ما شبیه کارونه خودشون میگه نه میگم تو پات تو کامنت ها میاد که ما خیلی شخصیت شبیه کارونه و حرفاشو میفهمیم آلیش تنها که منم اون گاو منم اون کسی که تو خبرها دوباره هفته پیش هم در مورد این ایرلاین استرالیایی صحبت کردیم بگویم ما این آدم. من اینم یه بگم اشتباه گفتم اون دفعه اه... نه اشتباه کامل نگفتم کوینزلند اه... and Northern تریتوریز Air سرویسز Air سرویسز آخرشون نگفت آدم باید. یکی باید. درست میکنه چون آه... 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 داشتم ادیت میکردم گفتم که خب چرا ای اس نگفتی بعد الان یاد جروگم افتادم انگار یه اطلاعات یه اطلاع, اطلاع قشنگ اشتباهی داده بود تو پادکستش یه دقیقه ویدیو گذاشته بود رو اینستاگرام معذرت خواهی, 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 خواهی و من بدبختم و ببخشم میگی در مورد جوروگن یا میذاری افزار بعدی سانسورش ب... مخواستم بکنم آه... من نخوندم ولی آره حالا آره. آره. خودم میگم نه من تو خبرو کنم آره, آره. آره. این ایرلاین مثل این که هواپیمای 747 شو دیگه داره آره. بازنشست میکنه داره آره و هایی که کرده جالبه اون چرخایی هست که کارت یا چرخایی که غذا توش میذارن آب میذارن اینا میان اینا رو گذاشته برای فروش اون چرخ ها رو نمیفرستن مثل اینکه حالا همون جایی که با هواپیما بره گذاشتن مثلا اگه بخوای بخری 600 خورده پولشه توش یه سری غذا مزا میاد و نمیدونم پتوهای ایرلاین و بالششون اینا یه حالت چیزی میموری خوبم ایران بود برخته. اون هواپیما روی تپه میکننش رستوران یادت آره یه داشتیم بود. یه دون آره نزدیک نزرگ اکباتان بود دیگه نمایشگاه هوایی آره, هوای. آره رکورد بغل کردن درخت هم این هفته زدن یه <applause> خانوم خانم تو ایالت تنسی به مدت شخصا. ده ساعت و پنج دقیقه درخت رو بغل کرده بود رکورد قبلی هشت ساعت بوده <applause> به من میتونم بزنم ایما هشت ده ساعت خیلیه میگیرن آره بابا با. میدونم ولی باید یکی از گینس اونجا باشه ببین <applause> در اون فین میگیریم آن جالبه آخر خبر نوشته یکی از دوستای خانوم که از این اسپا و نمیدونم یوگا ها اینا دارن یه برنامه گذاشتم مثلا افراد که میان خانومو که میبینن یوگا کنن خیلی راحت نیست زدن این خیلی زیاده بابا میشینی درخت و اینطوری بقل میکنی دیگه نه بایی ساده ها بابا تو مطب دکتر میری نیم ساعت نمیتونی باشینی سم قدش کار میکنی لیس میکشم زمان میاد همینجور مرتب شاید بیاد از بعضی از درخت‌ها شانس ماست که کفتن میاد رو سر ما میرینه اگر شانس ما باشه ببندیم خیلی ببیزاده ببندیم دارم اگه نه اگه میخوای بگو من فکر کنم گوشی زمین دیگه فکر کردم تمام شد سریالی اومده به نام تهران شما در مورد شنیدیم مثل که اسرائیلیه دیشب من عکسش فرستادم آره من فکر کردم دیدم من چی بهش میگن آن... تریلرش رو دیدم آره فارسی داره پیش نمایش آره به اون تیزر آره تیز... تیرا... تیزر, تیزر فارسی شد. دیدم <تصفح> و اینکه خیلی چیزه خوشم نمیاد برای من جالبه که اسرائیل در مورد یا اسرائیل که جاسوسه مثلا از کرد یه عجیب بود نمیدونم نمیدونم تایتلش باشت. نه ایدی تو نه ما فقط تو اپل تی وی دیدی آره، جالبه بعد مثل اینکه اصلا یه سری جاهاش هم صحبت میکنن مگه آره. بقیه جاش فارسی آره آره یه سری جاهاش فارسیه دختر انگار تو سریال بعد... ایران به دنیا آمده و فلان ده. حالا من تریلری که داشتم میدم میتونه جلوه های ویژه باشه فریم از که بعضی هاشت ایران تیز کردن فیلم گرفتن ای. حالا برج آزادی اینا رو نشون میداد نمیدونم واقعا اونقدر دیگه مسلط نیستم به جلوه های ویژه ببینم که حالا بوده ولی خب حالا نگاه میکنیم ببندیم خیلی خب بذم فقط بگم که قبلش کجاها میتونم بشنون توی آیتیونز توی اپل پادکست،, اپل پادکست توی گوگل پادکست توی کاست باکس پادبینو گفته بودن نداریم ولی داریم من کامنت داریم میاد خیلیا من کامنت جواب میدم اونجا دیگه جونم براتون بگه که توی سپاریفای کس باکس رو گفتم بله. دیگه تصویریشم هم تصویری هم که توی یوتیوب همونطور هم که گفتیم یه مقدار کانتنت اضافه داره که در مورد فیلم هایی که دیم و هفته ای که گذشت صحبت میکنیم ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسه توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و گفتم یوتیوب هم میتونید ما رو به صورت تصویری تماشا بکنید ولی اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای خود کس تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 اون پنج و شیشه.